امشب در 24 توافق روسیه و عربستان سعودی بر ادامه کاهش تولید نفت. قیمت هر بشکه نفت خام برنت به 90 دلار رسید. مسکو و ریاض میگن تصمیمشون به ثبات در بازار کمک میکنه. انتقاد از رفتار وزارت خارجه آمریکا درباره رابرت مالی. واشنگتن پست گفته وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با پرونده مالی پنهانکاری و دروغگویی کرده. گزارش تازه درباره سرکوب اعتراضات پارسال در جوانرود کرمانشاه. 8 شهروند از جمله یک کودک در کمتر از 3 ماه به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. و ایران اینترنشنال معتمدترین رسانه فارسی زبان نتیجه نظرسنجی مؤسسه گمان. صدا و سیما در انتهای جدول اعتماد و جذب مخاطب قرار گرفت. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. کرملین میگه ولادیمیر پوتین با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره تصمیم اخیر دو کشور درباره تمدید کاهش تولید نفت گفتگوی تلفنی داشته. ریاض گفته کاهش داوطلبانه تولید نفت رو تا پایان سال 2023 تمدید میکنه. با این تصمیم روسیه روزانه 300 هزار بشکه و عربستان سعودی روزانه 1 میلیون بشکه نفت کمتر به بازار عرضه میکنند. ساعتی بعد از اعلام این تصمیم بهای هر بشکه نفت خام دریای برنت به بالای 90 دلار رسید که از نوامبر پارسال بی سابقه است. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست و مهدی مستعی کارشناس نفت و انرژی از لندن به ما پیوسته. باقی مستعی شروع میکنم. همین الان هم میدونیم که ایالات متحده و بسیاری از کشورهای غربی ناراضی هستند از این قیمت بالای سوخت و فشارهای زیادی رو به کشورهای اوپک به خصوص متحد مهمشون عربستان سعودی آورده بودند که با افزایش تولید قیمتها رو پایین بیاره. به نظرتون چه پیامی داره میده ریاض با چنین توافقی، اون هم با یکی از کشورهایی که الان خصومت زیادی با غرب داره، فدراسیون روسیه؟ با درود به شما مهمان گرامیتون و همینطور بینندگان این برنامه، از بده که یه خورده با دست بازتر در اینجا صحبت بکنیم. واقعا در از یعنی که این هر دوتا از دو زاویه مختلف وارد شدن، چون روسیه واقعا در از یعنی که مشتری بیشتر از ترکیه و به وفور در هندوستان و میزان بسیار کمی در چین نداره، یعنی اون زر و مثل ایرانی هستش که خونه نشینی بی از حجابش نیست، از بیچ ها. واقعیتش اینه که مشتری بیشتری نداره، یعنی غیر از ترکیه، هند و میزان کمی در چین نداره. اما عربستان سعودی موضوعش فرق میکنه به خاطر اینکه در حال حاضر شرکت آرامکو در بورس نیویورک هستش و هرچه قیمت نفت بالا میره بلافاصله اون سهام آرامکو چندین دلار میره بالاتر و خب عربستان سعودی درآمدش رو از فروش نفت در نمیاره، بلکه به این ترتیب داره از سهامش داره در میاره. پس دو تا زاویه مختلف دارن این دو تا. ولی اینکه عربستان سعودی تو این شرایط به شما حاضر نیستش که هماهنگی معمولی که لاقل توی این درگیری بین‌المللی بین یک جناح روسیه و متحدینش هستش اونجا و این طرف هم غرب و ناتو، یه مقداری داره کاملا داره جدا بازی میکنه که معتقدن که عربستان سعودی میخواد تقریبا در رابطه با دموکرات‌ها یه مقداری سیاست محکمتری داشته باشه صرفا در این مورده. ولی غیر از اون دو تا زاویه مختلفی رو دارن این دو تا کشور در این مورد. آقای سمیعی رو میخوام از شما بپرسم که به طور غیر مستقیم الان این توافق ریاض و مسکو چه کمکی میتونه احیانا به جمهوری اسلامی بکنه، برای اینکه اونها هم به شدت وابسته هستن به صادرات حالا غیر مرسوم نفت به خصوص به جایی مثل چین و این افزایش قیمت یه جورایی شاید بتونه جبران بکنه اون تخفیفی رو که دارن به کشورهای مثل چین میدن. با درود به شما و جناب مصلحی و مردم عزیز ایران. ببینید از چند جنبه اگر ما این مسئله رو بررسی بکنیم میبینیم که جمهوری اسلامی سرانجام بازنده این معاملات خواهد بود. چرا؟ چون قبول ممکنه که قیمت بالا رفته باشه، ولی این قیمت بالا رفته برای جمهوری اسلامی منفعتی نمیاره، چون جمهوری اسلامی انقدر بایستی با واسطه این رو بفروشه
و به خاطر تحریم هایی که وجود داره تمامی قسمت فروشش رو نمیتونه درآمدش رو کسب بکنه و باید یه مقداری قیمت رو ارزان تر بده که شرکت. ولی خب الان ارزان تر در مقایسه با این نفت 90 دلاری برنت دیگه اینطور نیست، یعنی اگر قیمت متوسط نفت دنیا فرض بکنیم مثلا بشکه 50 دلار باشه، بسیار خب جمهوری اسلامی ممکنه 10 دلار پوینتر 40 دلار بخواد بده، ولی وقتی قیمت استاندارد 90 دلاره خب اونم میتونه بالا ببره مثلا 75 80 دلار به گمانم بفروشه، اینطور نیست؟ این احتمال میره، ولی به خاطر اینی که جمهوری اسلامی نمیتونه آیدیش رو برگردونه، هم تحت فشار هست به خاطر درآمدی که داره و هم به خاطر اینی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم تحت تحریم ها هست، به این راحتی ها نیست. به همین خاطر هست که کشورهای خریدار میان میگن که درسته قیمت شده 90 دلار، شما میخوای 70 دلار بدی، ولی با تمام این مشکلاتی که ما باید طی بکنیم 60 دلار بهت میدیم، میخوای بخوا نمیخوای هم بخوا. به همون خاطر هست که به نظر من جمهوری اسلامی در آخر ماجرا نمیتونه از این منفعتی ببره. بزرگترین برنده این ماجرا عربستان هست، چون از یک طرف داره امریکا رو تحت فشار میگذاره، از طرف دیگر داره علاقمندان داخل امریکا رو به اینکه ریاض روابطش رو با اسرائیل حسنه بکنه بیشتر تحت فشار میگذاره و این وسط پوتین رو هم داره دنبال خودش میکشه، یعنی یک بازی برد برد برای عربستان. فکر میکنید اینجا در واشنگتن دولت آقای بایدن چطور اینو دریافت میکنه؟ چون درسته که داره با سعودی‌ها چانه زنی میکنه سر بحث رابطهشون رو عادی کنن با اسرائیل، ولی خب بحث انرژی و سوخت اینجا در آمریکا هم خیلی مهم هست. این یک جوری چاقو زدن از پشت به دولت آمریکا نیست؟ اتفاقا چرا؟ برای اینکه مشاور امنیت ملی آمریکا آقای جیک سالیون هم دیروز در صحبت‌هایی که داشت همین رو اشاره کرد و گفت البته ما راهکارهای دیگری رو هم داریم و ابزارهای دیگری رو هم در چنته داریم، اما همه اون ابزارها یا ممکنه که به تورم، به نرخ تورم در آمریکا اضافه بکنه یا الان قیمت‌ها رو بالا ببره، چون هر چقدر قیمت سوخت بالا بره قیمت حمل و نقل کالا هم بالا میره و قیمت کالاها بالا میره. اون در روند آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بسیار به ضرر دولت خواهد. آقای مستعین، این سوال مربوط به ایران رو میخوام از شما هم بپرسم. اگر مقامات جمهوری اسلامی در تهران الان بخوام فکر کنن که خیلی خوب سعودی ها با یکی از متحدان ما فدراسیون روسیه به یک توافق رسیدن که کاهش تولید داشته باشن، قیمت نفت هم در نتیجهش رفته بالا، این موقعیت خوبی برای ما هست، اینطور نیست؟ من در تایید صحبت آقای صمیمی هم اینو بگم که دقیقاً به همین صورته، یعنی که شما از خروجی این قضیه نگاه بکنید که اون میزانی که جمهوری اسلامی مجبوره که برای این لایسنس های مختلفی که داره خرج میکنه و هزینه هنگفت تحویل‌دهی بار رو داره تو دورترین مناطق چین داره انجام میده، چون به صورت واقعیت مشتری اصلی جمهوری اسلامی چین هستش و واقعا برنده این داستان، من میخوام در مورد جایان گرامی بگم که برنده این داستان من معتقدم که چین هستش و نه عربستان سعودی و نه روسیه. حالا اینم خدمتتون عرض کنم، ولی موضوع اینه که اینجا اون چرا که هزینه تحویل دهی و فروشی که برای جمهوری اسلامی میمونه واقعا میبینید که شما میزانی نیستش که معمولا شما به هر حال جمهوری اسلامی میخواد برای حفظ بقای خودش میخواد یه مقداری هزینه خرج بکنه توی آن، ولی حتی شما میبینید نرخ فرض بکنید که برابری پول ایران رو با کشورهای دیگه نگاه بکنید میبینید که روز به روز میره پایین تر و میزان تورم میره بالاتر، نشون دهنده اینه که پول زیادی بر نمیگرده به ایران و اینجاست موزل اصلی اینه که و در جدا از این که من معتقدم که در حال حاضر لااقل این چیز جایی نمیشه اینو اثباتش کرد، ولی حدود 45% داره تخفیف میده جمهوری اسلامی و این واقعا حراج، چوب حراج زدن به اموال مردم ایران هستش. اگر فرصتی باشه من فقط میخوام در رابطه با اون این که میگم برنده اصلی چین هستش که شما حساب کنید که چین به هیچ عنوان حاضر نیستش که بیاد در ازای این که حتی نمیتونه یه جواب بهانه میاره که پول رو هم حاضر نیست به جمهوری اسلامی بده و میره به عنوان خدمات میده، در قالب این خدمات حاضر نیست حتی یک بیاد یک پالایشگاه براشون بزنه که اینا بتونن لااقل مشکل بنزین رو داخل ایران حل بکنن و این برمیگرده به این که در حال حاضر سوپر ریفاینریایی که پالایشگاهی که در داخل چین زدن و چین رو تبدیل کرده به 18 میلیون
بشکه پالایش شده در روز، یعنی از امریکا رفته جلوتر و به همین صورت بره تمامی این واقعیت قضیه. این آنالیست های تحلیلگران بازار معتقدن که این به یک بحران آتی تبدیل شده، یعنی که چین میشه تولید کننده عمده مواد پتروشیمی و میتونه بازار رو، میتونه قیمت رو تعیین بکنه و یه بحران در آینده خواهد بود. و اون بخشی رو که داره به این قضیه کمک میکنه جمهوری اسلامی هستش که داره نفت رو به صورت بسیار قیمت پایین داره میده، که چین شده بزرگترین تولید کننده مواد پتروشیمی شده. ممنونم از شما مهدی مستی، کارشناس نفت و انرژی از لندن، و اینجا در استودیو هم شایان سمی، کارشناس امنیت ملی با ما. ممنونم از هر دو شما آقای. واشنگتن پست میگه وزارت خارجه آمریکا درباره پرونده رابرت مالی مسئولانه رفتار نکرده و پاسخگو نبوده. به نوشته این روزنامه، جواب ندادن وزارت خارجه آمریکا به سوال‌ها در این مورد باعث از بین رفتن اعتماد مردم، رسانه‌ها و کنگره آمریکا شده. این مقاله وزارت خارجه آمریکا را به پنهانکاری، فریب افکار عمومی و حتی دروغگویی در مورد پرونده رابرت مالی متهم می‌کنه. در این مقاله رفتار دولت بایدن در پرونده مالی با رفتار چین در پرونده ناپدید شدن وزیر خارجه پیشین مقایسه شده. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران حدود 2 ماه پیش ابتدا به مرخصی اجباری فرستاده و بعد کنار گذاشته شد. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ماست. خانم پزشک، فکر میکنم کمتر کسی با این برداشت مخالفت داشته باشه که شفافیت چندانی ما ندیدیم از دولت بایدن، به خصوص از وزارت خارجه این کشور، در مورد پرونده رابرت مالی. حالا معمولا به ما خبرنگاران میگن که به خاطر موضوع حریم خصوصی خیلی نمیتونن جزئیات بدن، ولی میدونیم که در کنگره آمریکا هم درخواستا بیشمار بوده برای اینکه یک جزئیاتی به دست بیارن که دقیقاً موضوع پرونده آقای مالی چه هست. درسته شفاف نبوده، ولی فقط دولت آقای بایدن نیست که این رفتار رو داره از خودش بروز میده. شاید از سال 2000 به این ور و بعد از جنگ عراق، حداقل در تاریخ معاصرتر آمریکا، این نوع تنش بین کنگره و دولت بالاتر گرفت. بعد از اینکه دولت آقای بوش پسر خیلی نمیخواست به کنگره جواب بده، بعد از اینکه یه سری موضوع در مورد جنگ عراق و اتفاقات اون زمان رخ داد، آقای اوباما هم همین رفتار رو تا حد زیادی داشت، آقای چون تشدیدش کرد، و بایدن هم همون روند رو داره ادامه میده. نکته‌ای که اینجا شاید خیلی بیشتر به چشم میاد اینه که قبلتر در صحنه سیاست آمریکا یک موضوعاتی بود که جزء امنیت ملی به حساب میومد و کمتر توی فضای دو قطبی آمریکا مورد حملات یا دستاویز سیاسی میشد. سیاست خارجی هم یه بخشی از این بود، خیلی گره نخورده بود اینقدر تنگاتنگ به سیاست داخلی و دعوای دو حزب. الان فارغ از اینکه چه اتفاقی گفته، چقدر دولت آقای بایدن واقعا شفافیت داره یا نداره، این دو قطبی بودن فضای سیاسی آمریکا و شرایط حاکم بر کنگره به طور خاص و کم کم سنا هم احتمالاً همون روند رو داشته باشه، باعث میشه که عملا اون همکاری نباشه که دولت این برداشت رو داره که هر نوع اطلاعاتی قرار باشه به کنگره بدن، بعدا علیهشون در موارد سیاسی استفاده خواهد شد و سوالات لزوماً کارشناسی یا امنیتی نیستش. یکی از اساسی ترین دلایل این تنش بین دولت و کنگره توی سالهای اخیر این بوده و دولت آقای بایدن هم مستثنی نیست. به نظرم نمیاد که این روند فقط در این مورد باشه یا قرار باشه در دولت‌های آینده حل بشه، احتمالاً بدتر بشه که بهتر نخواهد شد. ولی خانم پزشک، با توجه به اینکه دستگاه قضایی آمریکا FBI وارد پرونده شده، به هر حال تا ابد هم که نمیتونن این رو پشت پرده نگه دارن، یک جزئیاتی بالاخره دیر یا زود درس خواهد کرد، اینطور نیست؟ حتما همینطوره. و اتفاقا یه نکته که توی همین مقالم که حالا نظر یکی از کسایی که برای واشنگتن پست می‌نویسه نوشته اینه که در نهایت الان در حال حاضر بر اساس قوانین آمریکا آقای ملی هیچ جرمی مرتکب نشده و تا زمانی که همچین چیزی ثابت نشه بیگناه هستش و اون بخش پرایوسی و حریم خصوصیش رو واقعا باید نگه داشت. اما این به این معنی نیستش که مردم آمریکا و کنگره حق این رو ندارن که به
بدونن واقعا چه اتفاقی داره میفته و یا سیاست گذارانشون چه اتفاقی براشون میفته. اون یک حقیه که کاملا مسلمه ولی توی این بازی های سیاسی داره گم میشه. ولی بله وقتی که نتیجه مشخص بشه حتما به رسانه ها درس پیدا میکنه. حتی قبل از اون خیلی از این خبرهایی که الان تهران تایمز داره منتشر میکنه اینا درزه و واقعا نمیدونیم که چه کسی این اطلاعات رو داره در چی فکر میکنه خانم پزشکی. چون به تهران تایمز اشاره کردید جالب هست، یعنی برای خود منم سواله اطلاعاتی که داره منتشر میکنه به خصوص در این چند هفته و چند ماه اخیر تا اندازه میشه گفت خیره کننده بوده. خیلی این برداشت من از اون چیزی که صحنه میبینم، سیستم حاکم و دولت فعلی در ایران و همینطور هسته سخت قدرت و میدونیم تهران تایمز در واقع یه رسانه وابسته به دولت، در واقع با مهر نیوز در واقع بخش فارسی شاید به حساب بیاد، با دولت مستقر کار میکنه. این نشون میده که عملا طیف فعلی که سر کار هستن به هیچ عنوان نمیخوان برجام به اون شیوه احیا بشه. و به همین دلیل هم شاید آقای ملی یکی از کسایی که خیلی بیشتر از اون چیزی که انتظار میرفت، خصوصا منتقدان آقای ملی خیلی بر این اشاره میکنن که آقای ملی یکی از کسایی که با جمهوری اسلامی خیلی مماشات میکنه، ولی اون هسته سخت قدرت چون نمیخواد هیچ گونه دیپلماسی باشه و این مشکلات حل و فصل بشه، کسی که به شدت نشونه گرفتن آقای ملی هستش. اینکه این اطلاعات چطور به اونها درس پیدا کرده هم میتونه یک سری حملات سایبری باشه که خب خود آقای ملی تحت تاثیر قرار گرفته باشه، هم واقعا ممکنه نهادهای اطلاعاتی ذینفعان دیگه از جمله اسرائیل به شیوه های غیر مستقیم در اختیار نهادهای اطلاعاتی ایران قرار داده باشن. چون میدونیم کسانی که مخالف دیپلماسی هستن شاید بیشترین مخالفان آقای ملی بودن و چه در ایران چه در ایران چه در ایران چه در اسرائیل، همه اینها نوک تیز حمله رو علیه آقای ملی داشتن در طول سالهای گذشته، نه فقط در مورد موضوع ایران، در مورد فلسطینی ها هم همین بود. آقای ملی مورد هجوم بوده در طول سالها. به خاطر همین من فکر میکنم دور از ذهن نیستش که تمام کسانی که به هر دلیلی دیپلماسی که با خود شفافیت بیاره، باز کردن فضا رو بیاره، نمیپسندن از سخت هسته سخت قدرت در ایران گرفته تا راست افراطی در آمریکا، تا راست افراطی و یا فعلا نهادهایی که شاید در اسرائیل سر کار هستند، تا بقیه نهادهای جمهوری اسلامی، همه دارن تلاش میکنن کسانی که واسه هر نوع حل و فصل مشکلات بین ایران و آمریکا تلاش میکنن رو از صحنه دور کنن. ممنونم از شما فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین حقوق بشر در ایران با انتشار گزارش میگن پارسال از اواسط مهر تا اواسط دی ماه در جریان سرکوب اعتراضات در شهر جوانرود کرمانشاه 8 نفر از جمله یک کودک به دست حکومت کشته شدند. بنا به این گزارش در جریان سرکوب‌ها دست کم 80 نفر دیگه از جمله شماری کودک به شدت زخمی شدند. این دو نهاد حقوق بشری این گزارش تحقیقی رو در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری منتشر کردند. این نهادها میگن آنچه در جوانرود اتفاق افتاده جنایت علیه بشریت به شمار میره. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر ایران از نیویورک با ماست. آقای قائمی، میدونیم که بالاخره نقض حقوق بشر فاحشی صورت گرفته، اما جنایت علیه بشریت یک ترم حقوقی بسیار با بار سنگین هست. چه چیزی به نظر شما این رو شایسته این میکنه که چنین عنوانی برای این رفتارهای حکومت استفاده بشه؟ بله، با سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون. ببینید، اتفاقاتی که در جوانرود افتاد و مشابهش هم در سطح کشور اتفاق افتاد از نظر حقوقی، وقتی که ما مقایسه میکنیم با مصادیق جنایت علیه بشریت، همخوانی داره. و الان چون فقط ما میگیم 8 نفر کشته شده، معنیش نیست که جنایت علیه بشریت نبوده، چون که این شهر کاملا زیر محاصره جنگی بوده در طی این دوران و از روز اول سپاه و نیروهای مسلحش با گله های جنگی و ستیزانه با مردم و مخصوصا کودکان برخورد کردند. سیستماتیک بودن اون، برنامه ریزی شدنش، کل یک گروه و یک شهر رو هدف قرار دادنش و بازداشت‌ها، شکنجه‌ها، تمام اینها آدم ربایی‌ها مصادیق جنایت علیه بشریت هست اگر سیستماتیک و برنامه ریزی شده باشه. و می‌دونیم که این رو که میگیم جنایت علیه بشریت، باید در
کانتکست یا فضای بزرگتر اتفاقات کل ایران هم دید و وقتی که جمعه خونین زاهدان، شهرهای دیگه، کشتار افرادی و کودکانی مانند پیان پیرفلک و خانوادش، این اتفاقات همه اینها سپورت میکنه که مصادیق جنایت علیه بشریت اتفاق افتاده، ولی از نظر ما کل اتفاقات جوان رود به تنهایی هم به خاطر سیستماتیک بودن و برنامه ریزی شدنش شامل این جنایت میشه. توصیف خود سازمان ملل ولی این هستش که باید اندازه کلانی هم داشته باشه. آیا این معیارش رو میشه دید در این حملات؟ شاید ببینید بستگی داره که کلان منظور چی باشه و این یک چیز سوبژکتیو هست و در هر پرونده‌ای باید به اون پرداخت. جهانرود برای مثال یک شهر کوچکی است که بیش از 70-75,000 نفر جمعیت نداره و کل اونها رو زندانی کردن، آمبولانس نگذاشتن بره، بیمارستان ها رو بستن. خب این کل جمعیت رو تأثیر داده و کلان بودنش به کل جمعیت برمیگرده. ممنونم از شما. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران از نیویورک. مؤسسه افکارسنجی گمان نتایج نظرسنجی نگرش ایرانیان به رسانه‌ها در 1402 رو منتشر کرده. بر اساس نتایج این نظرسنجی 54% مردم ایران اینترنشنال رو اصلی ترین منبع دریافت اخبار و اطلاعات معرفی کردن. بر اساس این نظرسنجی 68% از ایرانیان اطلاعات و اخبار ایران و جهان رو از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند. تلویزیون‌های ماهواره‌ای با 35% و اخبار رادیوهای خارج از کشور با 8% از دیگر منابع خبری شرکت کنندگان در نظرسنجی بوده. از طرف دیگه 47% از ایرانیان گفتن هیچ وقت اخبار تلویزیونی صدا و سیما منبع خبری اونها نبوده. پیشتر از عمار ملکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه و از مؤسسان مؤسسه گمان، درباره چگونگی انجام نظرسنجی و میزان دقت به کار رفته در اون پرسیدیم. نظرسنجی که گزارش رو پخش کردید، گزیده هایش رو گفتید، تیر ماه امسال انجام شدش. مؤسسه گمان روش مشخصی رو داره برای انجام نظرسنجی هاش که بسیاری از مخاطبان آشنا هستن، در بسیاری از برنامه های قبلی، نظرسنجی های قبلی توضیح داده شده. در صد بر مبنای نمونه گیری از طریق شبکه های اجتماعی، روش های آنلاین هستش و این رو هم باید توضیح بدیم بار دیگه که طبق آمار جهانی و آقایی که خود جمهوری اسلامی اعلام کرده، 80% مردم ایران از اینترنت استفاده میکنند و توجه به اینکه 10% مردم هم بیسواد هستند، میشه گفتش که 90% مردم باسواد ایران الان از اینترنت و شبکه های اجتماعی استفاده میکنند و این خب نشاندنده اینه که یک پتانسیل بسیار بالایی هستش که بتونی از طریق اینترنت، روش های مختلفی که در صد آنلاین محسوب میشه، بشه نظرسنجی کردش، دیدگاه مردم رو گرفت. من دوست دارم اشاره بکنم به اینکه نظرسنجی های تلفنی که شاید به صورت کلاسیک خیلی مرسوم بوده و مرسوم هستش، الان در ایران طبق آماری که باز دوباره انجمن بین‌المللی مخابرات اعلام کرده، 55% ایرانی‌ها فقط تلفن ثابت دارن و اون نظرسنجی که انجام میشه درصد میشه گفتن در به دست شاید نزدیک 40% 45% نمیرسه. بر این مبنا هستش که خب ما روشی داریم به عنوان روش نمونه‌گیری شبه به اصطلاح زنجیره‌های متعدد. این بار در این نظرسنجی یک روش دیگری رو هم استفاده کردیم که خوشبختانه تونستیم بسیار نظر به نوعی مشابه روش‌های تصادفی انجام بدیم. می‌دونیم که در ایران باز دوباره آمار جدیدی که اعلام کرده، گزارش که فکر کنم هفته پیش منتشر شدش در ایران، تحقیقاتی که یک مرکز مشخصی که خیلی مورد ارجاع قرار میگیره اعلام کرده که 80% ایرانیان از سال گذشته تا الان از فیلتر شکن استفاده میکنند و این خودش خب نشون دهنده اینه که بخش بزرگی از مردم رو میشه از طریق پلتفرم های فیلتر شکن بهشون دسترسی پیدا کرد. داوطلبانه همکاری دو فیلتر شکن بسیار بزرگ در ایران، سایفون و لنترن رو ما داشتیم که خوشبختانه این کار رو انجام دادن و از این طریق ما تونستیم یک نمونه بسیار بزرگ نزدیک به 40,000 تایی داشته باشیم که افرادی که داخل ایران بودن و از دل اون یک نمونه معرف جامعه رو استخراج کردیم که نتایج رو شما بهش اشاره کرد. جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی به ما پیوست. آقای رجبی، شما نسبتاً هم تازه از ایران اومدید بیرون، برای همین شاید تصویر دقیق‌تری از وضعیت داخل ایران هم داشته باشید. چه هست به نظرتون، بدون تعارف برای اینکه حالا در این شبکه هستید، دلیل توفیق ایران اینترنشنال به نظرتون در مقایسه با رسانه‌های دیگر؟ سلام فرض، دو بحثه. یعنی قبل اینکه بیایم سراغ ایران اینترنشنال، بعد بگیم چرا صدا و سیما آخر، یعنی بودجه صدا و سیما رو وقتی ما نگاه میکنیم 7500 خورده میلیارد تومان،
این رو یعنی 42% اضافه داشته. یک بودجه صدا و سیمای مراکز استان‌ها شاید به اندازه کل بودجه رسانه‌های خارج از کشور باشه. وقتی اینها رو کنار هم می‌ذاریم اون واقعا پیش میاد که چه اتفاقی افتاده. اتفاق اینجاست، اینی که آیا جمهوری اسلامی خودش چه می‌خواهد. ببینید وقتی جمهوری اسلامی وقتی اومده جلو برنامه‌هاشو داریم می‌بینیم، از وقتی که گردش آزاد اطلاعات زیاد شده، یعنی از سال 78 بیایم جلوتر، اعتراضات بیشتر شده. یعنی هرچی که ما اومدیم جلو، فیسبوک اومده جلوتر، رسانه‌ها اومده جلوتر، اینجا اومده بیشتر، یعنی اعتراضات بیشتر. جمهوری اسلامی اومده، این نکته ای رو من میخوندم تو صحبت‌های مجلس وقتی که اومده بود به صدا و سیما ختمش بده، گفته بود تو اصلا رو اسپانسر تمرکز نکن، بیا دنبال جریان سازی اون مسیرهای انقلابی. اینجا چی داره به ما میگه آقای فرداد؟ داریم که جمهوری اسلامی تصمیمش رو گرفته، میگه من یک گروهی رو دارم که این چند میلیون به زعم اونها طرفداران منه، اون دیگه از ریزش های دیگر قطع امید کرده و فقط برای اون قشر میخواهد برنامه بسازه. حتی خامنه ای هم همینه، تو صحبتاش تکیه میکنه روی اینی که مثلا ریزش نشه، اینها نشه. پس صدا و سیما اینجا تصمیم خودش رو گرفته که من فقط میخواهم برای یک قشر خاص، تندروترین هسته اصلی قدرت، چون اینها حکومت رو میتونن حفظ بکنن، دو نفر از افراد توی امام معاونی نشم، همین صحبت رو کردن، صحبت های سر افراد که قبلا رئیس صدا و سیما بود همین رو میگه، که میگه که اینجا رو مشتوا داره اداره میکنه اطلاعات سپاه. حالا میایم نگاه میکنیم که مثلا یکی مثل وحید جلیلی میشه داداش سعید جلیلی سیاستگزار امام صادقی. حالا این موضوع صدا و سیمایی که به نظر میاد جمهوری اسلامی تصمیمش رو گرفته و اصلا مخاطب دیگه براش مهم نیست، اون قشش. حالا میایم روی ایران اینترنشنال. مردم آقای فرد، من واقعا میگم که تو ایران باهاش برخورد داشتم، مردم ایران متکثرن، یعنی مردم ایران اقشار مختلفی هستند که خیلی‌هاشون اتفاقا نه به فیسبوک دسترسی دارن، نه به توییتر دسترسی دارن، وقت ندارن و اون اعتماد خیلی پلکانی بوده به ایران اینترنشنال. وقتی که ما یک جامعه متکثر داریم، یعنی اون جامعه کارگر داره، اون جامعه مدیر داره، اون جامعه درس خونده داره، هر وقت بتونه همزاد پنداری بکنه و واقعیتی رو که اون هر روز با اون در روبروه ببینه در اون تلویزیون، اعتماد پیدا میکنه. دلیلی که امروز شاید ما داریم میبینیم ایران اینترنشنال نسبت به بقیه بوده، چون اقشار مختلف جامعه تونسته اعتماد بکنه. نکته دوم این که حالا شاید اصلا فارغ از این نظرسنجی مهمه، ما وقتی نگاه میکنیم میزان تأثیر و فشاری که جمهوری اسلامی برای ساکت کردن ایران اینترنشنال میاره، تأثیرشو داره به ما میگه. به جایی میرسه اون موقعی که من ایران بودم، یک بار تو یکی از بازجویان خودم که من گفت مصاحبه نکن، دلیلش این بود، میگفت وقتی نص صریح ولی مطلقه فقیه در مورد یک چیزیه دیگه بالاترینه. یعنی ایران اینترنشنال به جایی میرسه که علی خامنه ای اومد و خودش رو خرج کرد که به اینجا برسه. این داره نشون میده که گردش آزاد اطلاعات هر چی که فراتر میشه، خطر جمهوری اسلامی بیشتر میشه. از 78 اومده جلوتر، این روزها هم که ما داریم میبینیم و هر چی که اقشار مختلف مردم ایران با قسمت‌های مختلف برنامه‌های شبکه میتونن ارتباط بکنن، حتما اعتمادمون بیشتر میشه. من فکر میکنم دلیل اینه که ایران اینترنشنال تونسته این شرایط رو ایجاد بکنه، ارتباطیه که اقشار مختلف جامعه با اون گرفته. چقدر فکر میکنید که پوشش اعتراضات تاثیر داشته در اون؟ چون حتما به یاد داریم من یه زمانی در بی بی سی کار میکنم و اون موقع که انتخابات جنجالی سال 98 اگر اشتباه نکنم انجام شد و آقای احمدی نژاد پیروز انتخابات اعلام شد، اون موقع خب خیلی ها بی بی سی رو نگاه میکردن به خاطر جنبش سبز و اعتراض بخش سال 88 گفتم 98 که اعتراضات گسترده‌ای بود، اون موقع خیلی خب بی بی سی یوهو ناگهان تبدیل شد به منبع اصلی خبر برای بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان، برای فارسی زبانان سراسر جهان. چقدر فکر میکنید که اعتراضات سال گذشته هم تاثیر گذاشته در میزان نفوذی که ایران اینترنشنال پیدا کرده؟ بعد عادل باشیم دیگه، بی بی سی اون موقع رقیب نداشت که،
یعنی بی بی سی با کی رقابت بکنه؟ یعنی خب یک طرف جمهوری اسلامی ره، یک داره یک طرف داستانو تعریف میکنه. خب حالا یک طرف دیگه بود صدای آمریکا هم یک بخش تحلیلی و حالا به خاطر ساعت‌ها. اما وقتی ایران اینترنشنال اومد یک رقابت شکل گرفت، یک توازن ایجاد شد که اینجا مردم تونستن انتخاب بکنن. حالا رسانه‌های دیگه هم اسمش نمیاریم و خیلی رسانه‌های اینترنتی. اینجا این توازن ایجاد شد. البته من قبل از اعتراضات حتی تو انتخابات 1400 هم جالب بینه که من حتی میدیدم خیلی از کسانی که وابسته به دولت بودن میدیدن، یعنی این صحبت ها میکردن. این پلکانی اومده آقای فرداد، یعنی اعتماد وقتی به وجود میاد اون موقع تو روز حساس کجا رو گوش میکنه؟ آیا با کجا میره؟ از اون بعد مردم ایران تو خیابون با اتفاقات سر و کار دارن، یعنی هر چی که شما پروپاگاندا بکنه یک رسانه به هر طرفی، او در خیابان میبینه، در اطرافیانش میبینه. وقتی یک تحلیلگری جانبدارانی میده اون نمیشه. و من فکر میکنم این موضوع، این توازنی که در رسانه‌های خارجی شکل گرفت با اومدن ایران اینترنشنال، به خصوص بین بی بی سی و ایران اینترنشنال، این باعث شد که با هم رقابت بکنن و این رقابت تا اینجا حتما به نفع ایران اینترنشنال. ممنونم از شما جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی. آمار جدید اتحادیه اروپا نشون میده که شمار درخواست پناهندگی از سوی ایرانی‌ها در سال گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته. اتحادیه اروپا گفته ایرانی‌هایی که امسال به کشورهای عضو این اتحادیه پناهنده شدند، در مقایسه با سال‌های گذشته از حمایت بیشتری برخوردار بودند. بنابر همین گزارش 47% درخواست‌های متقاضیان در همون مرحله اول پذیرفته شده. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن از پاریس، میگه افزایش ناامیدی در جامعه تحصیل کرده و رشد بازارهای جهانی میل جوانان ایرانی به مهاجرت رو افزایش داده. ایران الان با پدیده فرار سر و کار داریم، نه با پدیده مهاجرت. یعنی کسانی که بتونن از ایران برن متاسفانه به هر ترتیبی هست سعی میکنن ایران رو ترک میکنن و به با توجه به اینکه یه بخش در واقع در خیلی از کشورهای دیاسپورای جامعه ایرانی خیلی قدرتمند در خیلی از کشورها به وجود اومده، اینا خودشون تبدیل میشن به یک مرکزی برای جذب مهاجران جدید. برای همینم برای آینده ایران در حقیقت خصوص در بود اجتماعی من فکر کنم خب این یه موضوع بسیار بسیار منفیه، برای اینکه نیروهایی که میتونستن در جامعه ایران بازیگر اصلی تغییرات باشن، بازیگر اصلی آینده ایران باشن، این نیروها متاسفانه ایران رو میذارن و میرن برای اینکه این ناامیدی کنونی و نبودن هیچ افق تغییر و بنبست‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی که در ایران وجود داره، میشه گفتش که انگیزه موندن رو به شدت ضعیف کرده و در مقابلش میل به فرار از ایران به شدت تقویت شده. سعید پیوندی بود، جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن از پاریس. وال استریت ژورنال میگه آمریکا میخواد در 2 سال آینده ناوگانی از هزاران پهپاد، شناور و سیستم‌های خودمختار مبتنی بر هوش مصنوعی رو برای مقابله با تهدیدات چین توسعه بده. بنابر این گزارش، وزارت دفاع آمریکا با بودجه 100 میلیون دلاری به دنبال سیستم‌هایی که به گفته گزارش کوچک، هوشمند و ارزان باشن. وال استریت ژورنال نوشته پنتاگون قصد داره هوش مصنوعی رو در سیستم‌های خودمختار به کار بگیره تا بتونن اهداف دشمن رو شناسایی و با اون مقابله کنن. این گزارش میگه آمریکا نگران از چین عقب بمونه. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از واشنگتن با ماست. آقای ندیمی، این فقط استفاده از هوش مصنوعی و سیستم‌های خودکار نیست، حرف از خودمختاری هست و خب طبیعتاً این خیلی‌ها رو نگران می‌کنه که اگر واقعاً قدرت تصمیم‌گیری رو هم بخوایم به فناوری بسپاریم چقدر می‌تونه مخاطره‌آمیز باشه؟ چاره نیست. ببینید، آمریکا در مقابل یک حریفی قرار گرفته که از نظر کیفی و به ویژه از نظر کمی داره سعی میکنه در سالهای اخیر که گسترش شگفت‌انگیزی به نیروهای مسلح خودش بده. ارتش چین در این سالها هم خودش رو مدرنیزه داره میکنه و هم بر تعداد نیروهای مسلح خودش، ناوهای جنگی خودش، هواپیماهای جنگی و موشک‌های اتمی غارپیمای خودش افزایش میکنه با سرعتی که واقعا برای آمریکا و وزارت دفاع آمریکا باعث نگرانی شدید شده، تا جایی که وزارت دفاع تصمیم گرفته یک برنامه جدید، یک پروژه جدید به اسم رپلیکیتور شروع بکنه تا بتونه با سرعت زیادی
از امکانات بدون سرنشین، از هوش مصنوعی استفاده بکنه تا بتونه بر این برتری عددی چین فائق بیاد و بتونه در ظرف دو سال، یک سال و نیم تا دو سال آینده، بتونه هزاران پلتفرم بدون سرنشین روی زمین، دریا و هوا اضافه بکنه به زرادخانه خودش، تا بتونه با همکاری پلتفرم‌های سرنشیندار بتونن در یک محیط رزمی بسیار گسترده که همون منطقه ایندو پاسیفیک هستش، در مقابل تهدید چین در چند جبهه نه تنها روی روی چین قرار بگیرن بلکه به پیروزی هم برسن. هدف اینجا دو هدف اصلی رو آمریکا برای خودش گذاشته، یکی بازدارندگی چین در مقابل حمله به تایوان هستش، و در درجه دوم هم به پیروزی بر چین در صورتی که جنگ صورت بگیره با این کشور. آمریکا تاکید میکنه که ما هدفمون جنگ با چین نیست و نمیبینیم که این جنگ به زودی اتفاق بیفته، ولی در خفا به نظر من بسیار نگران این موضوع هستن، چون اون گسترش کمی و کیفی چین در حقیقت بزرگترین از نوع خودش از زمان جنگ جهانی دوم بوده، یک کشور با این سرعت نیروهای مسلح خودش رو افزایش بده، و این باعث نگرانی زیاد آمریکا شده. آمریکایی‌ها دارن میبینن که خب ما، شما چینی ها میتونیم با دزدی اطلاعات، با کپی کردن فناوری های ما و ابتکارات ما بر سرعت پیشرفت خودتون افزایش بدیم، ولی در یک زمینه شما نمیتونیم آمریکایی ها رو عقب بزنیم، و اونم اون نبوغ آمریکایی ها و همینطور خلاقیت آمریکایی هستش که روی این زمینه میخوان سرمایه گذاری بکنن. پنتاگون میخواد بر اون بوروکراسی بیدر و پیکر خودش مقداری فائق بیاد، بتونه همکاری بین شرکت‌های فناوری، استارتاپ‌ها و همینطور شرکت‌های بزرگ فناوری با پنتاگون رو متحول بکنه، خیلی سریع‌تر بتونن این ابتکارات رو به تولید برسونن و به خدمت نیروی مسلح آمریکا در بیارن، تا در صورت لزوم بتونن همونطور که عرض کردم با همکاری با پلتفرم‌های سرنشیندار، یعنی اینجا در اون لوپ همچنان انسان وجود داره و انسانی که تصمیم میگیره که اون پلتفرم‌های بدون سرنشین به چه ترتیبی مأموریت‌های خطرناک رو برای انسان انجام بده. آقای ندیمی، خودتون به جنگ جهانی دوم اشاره کردید. در اون سالهای پایانی جنگ جهانی دوم، وقتی ایالات متحده آمریکا به توانایی هسته‌ای دست پیدا کرد، تازه اون موقع که اطلاعات به این سرعت هم انتقال پیدا نمی کرد، زمان زیادی نبرد تا کشورهای دیگری هم به این فناوری دسترسی پیدا کنند. اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا، فرانسه و چند دهه بعد کشورهای حتی مثل پاکستان و هند و کره شمالی. چقدر این نگرانی وجود داره به نظرتون که این فناوری که حالا امروز ممکنه برتری ایالات متحده در اون عیان باشه، خیلی زود ممکنه به دست بازیگران بیفته که الزاماً دنیا رو اون شکلی که آمریکا میخواد نمیبینن؟ طبیعتاً یک شمشیر دو لبه هستش، یعنی هر چقدر این همکاری‌های بین بخش خصوصی و همینطور بخش دولتی و نظامی افزایش پیدا بکنه، از طرف دیگه احتمال نفوذ سایبری به این شبکه‌های کامپیوتری و شبکه‌های تبادل اطلاعات هم وجود داره. اینو آمریکا و پنتاگون خودشون میدونن. البته خانم کاتلین هیکس که در این روزه اخیر چندین بار در این زمین صحبت کرده، معاون وزیر دفاع آمریکا، تاکید میکنه که ما از نظر امنیت سایبری هم بسیار داریم کار میکنیم و اونطور نیستش که این همکاری بخواد امنیت سایبری رو در حقیقت فدا بکنه، قربانی بکنه. و ما و پنتاگون یک برنامه‌ای به وجود آورده که به شرکت‌ها، حتی افرادی که با پنتاگون همکاری دارن و تحت قرارداد هستن، دانشگاه‌ها و استارتاپ‌های کوچیک، از نظر دفاع سایبری سرویس‌های رایگان بده. ما امیدوار هستش که بتونه در حقیقت جلوی انتقال گسترده یا دزدی گسترده اطلاعات رو به این شکل بگیره. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از مؤسسه واشنگتن. امسال احتمالاً گرمترین سالیه که بشریت تا به حال تجربه کرده. سرویس ناظر بر آب و هوای اتحادیه اروپا
میگه میانگین دمای زمین در دو ماه گذشته بیش از 62 درجه فارنهایت یعنی بیش از 16 درجه سانتیگراد بوده که رکورد گرمای سال 2019 رو هم شکسته. موج گرما در خشکی، دمای بی سابقه سطح دریاها، خشکسالی و آتش‌سوزی گسترده جنگل‌ها در سراسر زمین تأثیر چشمگیری بر اکوسیستم انسانی هم گذاشته. گرمایی که در 120 هزار سال گذشته بی سابقه بوده. دبیرکل سازمان ملل متحد هم هشدار داده که فروپاشی آب و هوای زمین آغاز شده و از کشورهای جهان خواسته در این مورد کاری کنند. بشریت این ویرانی رو به راه انداخته. این موضوع نباید باعث ناامیدی بیشتر ما بشه، بلکه باید منجر به اقدام عملی ما بشه. هنوزم میتونیم جلوی بروز فاجعه رو بگیریم و یک سال سوزان رو تبدیل به فرصتی برای زمین بکنیم. مهدی کتابچی مشاور پروژه های آب در دولت ایالتی مریلند اینجا در استودیو با ماست. کتابچی، به نظر میاد سر موضوعاتی که محدود هست به یک قلمرو خاص سیاسی هم معمولا دولت ها خیلی نمیتونن مؤثر عمل بکنن. در مورد تغییرات اقلیمی خب یک همکاری بین المللی گسترده نیاز هست و فراتر از همین اظهاراتی که از دبیرکل سازمان ملل شنیدیم که ابراز نگرانی میکنن و حالا توافق پاریس که ایالات متحده هم یک دور ازش خارج شد، نمیبینیم که اقدام جدی صورت بگیره. چقدر امیدوار هستید که واقعا دولت ها میتونن کاری بکنن برای کاهش این روند؟ به نظر من در درجه اول باید گفت جنگ روایت هاست. یعنی باید دید که روایت هر کدوم از کشورها به چه صورته. خب ما کشورهای غربی رو داریم که سابق بر این خب حجم تجمع گازهای گلخانه اونها بسیار بیشتر بوده در مقایسه با کشورهای مثلا چین یا روسیه. از سمت دیگه کشوری مانند چین رو هم داریم که در حال حاضر تجمعی سالانش بیشتر از کشورهای غربیه. یعنی باید ببینیم که روایت کدوم طرف درسته و یا اگر فارغ از درست بودن باید ببینیم که روایت کدوم طرف میتونه غالب باشه. چین میآید به کشور غربی میگوید که آن زمانی که شما داشتین پیشرفت میکردین خب از گازها از سوختهای فسیلی استفاده کردین، ولی حالا که نوبت من شده خب شما در واقع چنین بحث متحده هم یک صدا نیست. اینجا هم خب بسیاری از کسانی که طرفدار آزادی بازار هستن به خصوص در طیف راست مخالف هر نوع ضابطه ای هستن که محدود بکنه کسب و کارها رو. بسیار اصطلاحا اکستریم شده تو ایالات متحده. حالا ما بحث اکستریم رو در اسکیل دنیا داریم، اسکیل جهانی داریم، شرق و غرب، شمال و جنوب. جنوبی‌ها بیشتر متاثرن در مقایسه در لحاظ با گرمایش جهانی در مقایسه با شمالی ها. ولی خب آره در ایالات متحده همونجوری که شما گفتین دقیقاً داریم. ما متاسفانه همونجوری که در سیاست اکستریم ها غالب شدن در راست و چپ، در بحث تغییرات اقلیمی هم به همین منوال بوده. یعنی ما می‌بینیم که در راست ما بعضی رو از این افراد رو داریم که کلا منکر میشن، میگن که آره ما گرمایش جهانی رو داریم اما به دلیل چیز؟ به دلیل چرخهای طبیعی است. از سمت دیگه یک سری افراد از چپ رو هم داریم که میگن خب ما اصولا تا 12 سال دیگه دنیا نابود میشود، یا اینکه ما باید برویم مثلا پروژه های 20 تریلیون دلاری انجام بدیم برای مقابله با تغییرات اقلیمی. یعنی بحث اقتصاد هم اینجا درگیر نمیشه. ما برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز به اقتصاد سالم داریم، اقتصاد پویا داریم. از سمت دیگه به اقتصاد غیر پویا هم نمیشه به مقابله با تغییرات اقلیمی رفت. تجربه کووید کاملا این رو به ما در واقع نشون داد. در مورد خود چین همین همه انتقاد که متوجه چین میکنن که گازهای گلخانه زیادی داره تولید میکنه، چیزی که شاید خیلی‌ها فراموش میکنن اینه که همین لباس نسبتاً ارزونی که من و شما میپوشیم احتمالاً مال شما البته خیلی گرانتر از مال من هست، به مدد همین فناوری‌های هستش که در چین داره، به نیروی کار ارزونی هستش که چین. منظورم این هستش که یک کارخانه بزرگی است برای دنیا. اینطوری نیستش که چین تمام این گازهای گلخانه‌ای رو برای تولیدات داخل کشورش داره استفاده میکنه، بخش زیادی از اون اتفاقاً صادر میشه به همینجا، به ایالات متحده آمریکا. دقیقاً شما وقتی تجمع سالانه رو نگاه می‌کنین چین دست صدره، اما وقتی سرانه رو نگاه می‌کنین ایالات متحده دست صدره. سرانه جمعی در طول تاریخ رو نگاه میکنین کانادا در صدره. یعنی همونجوری که ذکر کردم روایت بشه شما بشه صورته و جی دی پی کشورها بشه صورته. یعنی اینجا جی دی پی هم بسیار مهمه، تولید علم هم بسیار مهمه. یعنی شما با چه جی دی پی، چه مقدار سوخت فسیلی مصرف کردی و چه جی دی پی تولید کردی و علم چقدر تولید کردی. یعنی بحثی که به عنوان مثلا در رابطه با ایالات متحده هست، این هم میتونه باشه که ایالات متحده بسیار خوب تجمع بالایی تولید کرده. در این حال خب ما میبینیم که مثلا سازمان محیط زیست ایالات متحده از 1971 تا الان بسیار از رگولیشن هایی که در دنیا
در رابطه با آب، در رابطه با اقلیم و یا در رابطه با خاک و هوا داره در واقع استفاده میشه، برمیگرده به همون در واقع رگولیشن هایی که در دست کم ایالات متحده از 1970-1971 به واسطه قانون هوای پاک، قانون آب پاک تولید کرده. یعنی اینجا بس بسیار پیچیده میشه و هنوز اون نقطه بهینه شکل نگرفته. فکر کنم گرفتاری همون نقطه بهینه است، چون همین رگولیشن یا ضوابطی که اشاره کردید بسیاری ممکنه به خصوص در طیف راست اینجا بگن که نیت شما ممکنه خیر باشه با این ضوابط، اما همین کالاهای ارزان و غذای ارزانی که میلیون ها نفر در جهان دارن استفاده میکنن، در این 30 سال گذشته نصف مردم جهان رو، نصف کسانی که زیر خط فقر بودن رو ما از خط فقر مطلق بیرون آوردیم به مدد همین استفاده گسترده از سوخت‌های فسیلی بوده. اگر شما بخواید این همه ضوابط بذارید، از کجا معلوم که مردم از گشنگی نمیرن تا از گرما؟ این نگاه بسیار درست ولی کوتاه مدته. نگاه حتی میتونه درست‌تر و نگاه بلند مدت‌تر باشه که ما آن چیزی که در حال حاضر داریم قرار نسل‌های آینده هم به ارث برسه. یعنی این بحث بسیار مهمیه. باز هم تاکید می‌کنم کووید مسئله رو ما نشون داد. ما باید نگاه بلند مدت‌تر داشته باشیم. سپاسگزارم از شما. مهدی کتابچی مشاور پروژه آب در دولت ایالتی مریلند اینجا در استودیو با ما. مراسم یادبود منوچهر بیبیان، یکی از تهیه کنندگان صاحب نام موسیقی ایران، در لس آنجلس برگزار شد. آقای بیبیان آپولون، بزرگترین شرکت تولید و توزیع موسیقی پیش از انقلاب را تأسیس کرده و یکی از بدعت گذاران حفاظت از قانون حق تکثیر آثار موسیقی در ایران بوده. او از جمله یهودیانی بود که بعد از انقلاب ناچار به ترک ایران شد. گزارش رو ببینیم از نیلوفر منصوری. مراسم یادبود آقای منوچهر بیبیان، یکی از بنیانگذاران صاحب نام موسیقی ایران، امروز در مرکز فرهنگی ارتس در شهر لس آنجلس برگزار شد. آقای بیبیان در تاریخ 9 شهریور در آرامگاه ایدن مموریال به خاک سپرده شد و امروز اینجا گروهی از هنرمندان، اهل قلم و اصحاب رسانه جمع شدند تا در کنار خانواده ایشون یادشون رو گرامی بدارند. سخنرانی‌های متعددی ایراد شد درباره اینکه منوچهر بیبیان چه نقشی در رشد و ارتقای موسیقی ایران و همینطور رسانه در خارج از کشور ایفا کرد. خدماتش به معرفی موسیقی ایران در بیرون از ایران غیر قابل انکار. پدری داشتم که باهاش پدری نکردم، 30 سال باهاش کار کردم و یاد گرفتم. این 6 ماه آخر من با پدرم پدر و پسری کردیم. قومی بیابان گرد بی فرهنگ بر ایران مستولی شدم و بسیاری از هنرها رو حرام کرد. در یه تاریکی قدم گذاشت که انتهاش معلوم نبود، ولی خوشبختانه با پشتکاری‌هاش موفق شد و در ایران خب شرکت آپولون خیلی معروف بود. این واقعا رول مهمی در معرفی خواننده ها از تولید آهنگ و همچنین ضبط آهنگ و پخش آهنگ داشت. معرفی خیلی از خوانندگانی که در این سالها ما باشون زندگی کردیم، مطرح شدن، سوپرستار شدن، برخی از اونها اسطوره شدن. منوچهر بیبیان به نظر من یک شخص خودساخته‌ای بود که تونست صنعت موسیقی رو در ایران از انحصار رادیو تلویزیون خارج کنه و در بخش خصوصی بتونه کارهایی انجام بده که رادیو تلویزیون نمیتونستن این کار رو بکنن. آقای بیبیان به گفته خیلی این مرد پدر جامعه هنرمندان بود. منوچهرخان رو من همیشه منوچهرخان صدا می زدم و اونم من پسرم می گفت خیلی وقتا و خیلی با این نزدیک بود و همیشه کارهای هنری که شروع می کرد یا خواننده جدید می آمد یا تلویزیون رو انداخت اینا، مثلا من صدا می زد اینا، که البته همین تلویزیون جام جم با آهنگ خاک خسته با صدای ستار من ضبط کرده بودم که با اون افتتاح شد. چون این نوار رو با خودم آورده بودم، این نوار رو فرستادم اینجا برای یک نفری که اون یک نفر این رو تکثیر کرد و پخش کرد. این همه خواننده رو میتونستن به کارهاشون پوشش بدن و آهنگای جدیدشون رو پخش کنن، چون اون موقع کار ساده‌ای نبود. ما ویدیو اصلا نمیگرفتیم، میرفتیم همونجا میخوندیم، آهنگامون پخش میشد. و جالبه که بدونی آقای بیبیان در کمپانی آپلون
اولین آلبوم من رو ارائه دادن که من موقع 16 17 سالم بود و چون خیلی جوان بودم خیلی سخت بود که آلبوم منو بخوان بخرن، چون تازه کار بودم در کار خوانندگی. ایشون خیلی راحت منو دعوت کردن، رفتم اونجا به اتفاق آقای قربانی و این آلبوم جدید من رو خریدن و ارائه دادن. تا یاد و خاطره مردی را گرامی داریم که بیش از 4 دهه زحمات و تلاش‌های چشمگیر او در غربت در حوزه رسانه، موسیقی و سیاست. منوچهر بیبیان به همراه برادرش منصور بیبیان اواسط دهه 30 خورشیدی بود که کمپانی آپولون رو در تهران راه اندازی کردن. او در واقع نخستین کسی بود که قانون حق تکثیر برای آثار هنری رو در ایران مهم شمرد و قانون حقوق مؤلفین و مصنفین رو در قراردادها منعقد کرد. پس از انقلاب 57، زمانی که نسل اول مهاجرین به شهر لس آنجلس اومدن، با رسانه‌هایی که در اختیار داشت در اوایل دهه 60 خورشیدی به اون مهاجرینی که در زیر فشارهای اقتصادی و روانی بسیاری بوده، با حمایت از مشاغل و مراکز ایرانی در واقع به اونها کمک کرد که از نقطه صفر شروع کنن. همچنین در وضعیت خفقان سیاسی و انزوای کامل اجتماعی مردم ایران پس از روی کار آمدن حکومت نوپای روح الله خمینی، در واقع با تولید محتوای فرهنگی و با فعالیت‌های مستمر رسانه‌ای در اینجا در لس آنجلس، یکی از کسانی بود که زبان فارسی و فرهنگ ایران رو زنده نگه داشت. نیلوفر منصوری، لس آنجلس. نیویورک تایمز میگه نتایج نظرسنجی‌های جدید نشون میده نظر آمریکایی‌ها نسبت به آموزش عالی به شدت منفی شده و فقط حدود 1/3 اونها گفتن به مدرک دانشگاهی اعتماد دارن. نتایج نظرسنجی‌ها نشون میده 45% جوان‌های آمریکایی گفتن که مدرک دیپلم تمام چیزیه که امروز برای تضمین امنیت مالی نیازه و تقریبا نیمی از والدین گفتن ترجیح میدن فرزندانشون در یک کالج 4 ساله ثبت نام نکنن. این در حالیه که در سال 2010 بیش از 18 میلیون دانشجوی کارشناسی در دانشگاه‌های ایالات متحده ثبت نام کرده بودن. این رقم در سال 2021 به زیر 15.5 میلیون دانشجو رسیده. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت با ماساق معماریان. آمار که دروغ نمیگم، ولی فکر میکنم سوال 1 میلیون دلاری این هستش که دلیل این تغییر رویکرد چیه؟ اولا گزارش تکان دهنده ای هست، به خاطر اینکه در شرایطی که رقبای ایالات متحده دارن به هر حال تعداد کسانی که به دانشگاه میرن و تحصیلات دانشگاهی رو کسب میکنن داره افزایش پیدا میکنه، ایالات متحده داره به سمت پایین حرکت میکنه و علاقه جوون ها، علاقه خانواده ها به اینکه بچه‌هاشون برن به دانشگاه داره کمتر میشه. یکی از مهمترین دلایلش هزینه رفتن به دانشگاه در ایالات متحده هست و تاثیر بسیار زیادی میذاره، به نحوی که کسانی که میرن دانشگاه، خب به هر حال یکی از عوامل مهم برای اینکه کسی دانشگاه بره خود هزینه دانشگاه رو بده این هستش که وقتی از دانشگاه خارج میشه درآمد بهتری داشته باشه. ولی در مثلا در حالی که مثلا در کشورهای اروپایی شما هزینه دانشگاه مثلا سال 2000 دلار 5000 دلار هست، در ایالات متحده از 25000 دلار هست تا حدود 100000 دلار در دانشگاه خصوصی، یعنی سالی 100000 دلار. بسیاری از دانشجویان تلاش میکنن که وام بگیرن، چون بسیاری از خانواده‌ها در واقع نمیتونن این پول پرداخت بکنن که وام میگیرن و میخوان که بعد از این که تحصیلاتشون تموم شد این وام رو برگردونن. ولی به هر حال در بسیاری از رشته ها این توانایی وجود نداره و ما میبینیم افرادی هستن که بسیاری از افراد تا 2 دهه مثلا دارن پول وام دانشجویشون رو پرداخت میکنن و که خب از این کسی هم که دانشگاه شما اشاره کرد که مثلا 20 میلیون نفر دانشگاه و اینها برای 4 سال دوره 4 ساله و اینها، حدود 30-40% هم اینها هم فارغ التحصیل نمیشن و وام دانشجویی هم دارن، بنابراین بدهی روی بدهی و وضعیتشون در واقع الان یک حالتی شده که بسیاری از این افراد کسانی که فقط دیپلم دبیرستان دارن از نظر مالی وضعشون بهتر از کسانی هستش که 4 سال دانشگاهی گذروندن. ولی به هر حال مسئله هستش که ایالات متحده تا 10 سال دیگه نیاز داره به تعداد زیادی فارغ التحصیل دانشگاهی که با توجه به روند کنونی، روند نزولی کنونی برای ایالات متحده بسیار خطرناک خواهد بود که این
عدد ها داره به سمت پایین میره. ولی آقای مهمانی، از یک طرف هم شاید خیلی ها بگن که تنها راه توفیق در زندگی که تحصیلات عالی نیست و شاید اتفاقا این کرو یا این نمودار تعداد کسانی که به دانشگاه ها میرفتن در ایالات متحده به شکل چشمگیری به واسطه همین کمک های مالی و وام ها به شکل افسار گسیخته زیاد شده بود. مثلا میبینیم بسیاری از کسانی که توفیق اقتصادی زیادی دارن یا تحصیلات دانشگاهی ندارن یا وسط دانشگاه از تحصیلاتشون کنار میرن. حالا نمونه های افراطیش رو که خیلی اوقاتم مثال میزنن، مثل آقای بیل گیتس میتونه باشه و بسیاری دیگر از کسانی که در سیلیکون ولی فعالیت میکنن، و یا حتی بعضی که تحصیلات عالی دارن بعد از فارغ التحصیلی اصلا میبینید وارد کار و کسب و کاری میشن که خیلی ربطی هم به رشته تحصیلیشون نداشته. کاملا همینطور است. از این موارد بسیار زیاد داریم، ولی وقتی ما در مورد 15 میلیون 20 میلیون نفر در سال صحبت میکنیم، اون موقع نمیتونیم سراغ استثناها بریم. مشاغلی که به هر حال براشون با تحصیلات یعنی دیپلم در واقع 12 سال تحصیلی براشون شغل یعنی وجود دارن، این مشاغل محدودی هستن و میانگین درآمدی که اینا دارن حدود 30,000 دلار در سال هست که حقوق بسیار پایینی هست، چه مشاغل مرتبط با خدمات و غذا و اینجور چیزا یا مثلا لوله‌کشی و سرویس های خانه و اینجور چیزا، اینا مشاغلی هستن که به طور متوسط درآمدشون پایین هست. و حالا اون کسایی که میرن به سراغ وکالت و یا مثلا مدارس تجارت بازرگانی و نمیدونم مدیریت و رشته‌های مرتبط با علم یعنی ریاضی و فیزیک و شیمی و اینها شانس بیشتری دارن برای اینکه به هر حال برن یه شغلی به دست بیارن که درآمدشون انقدر هست که پول بدهیشون بده. ولی مثلا کسانی که به سمت رشته‌های علوم انسانی میرن، هنر میرن، به طور متوسط شما میتونید مثال‌های متعددی پیدا کنین که اینا خب درآمد خوبی هم دارن، ولی به طور متوسط میزان بدهیشون در واقع انقدر هستش که بعد از اینکه درسشون تموم میشه میشه گفتش که خیلی سخت میتونن که زندگی و اموراتشون رو بگذرونن. حالا در این گزارش موارد متعدد دیگه مطرح کرده، از جمله مسئله شکاف فقیر و غنی و اینکه مثلا خیلی از کسانی که الان میتونن برن دانشگاه ها و هزینه هاشو بدن و بعدش هم میان کار خوب بگیرن و اینها، کسانی هستن که ثروتمند هستن. و یه اشاره خیلی جالبی هم میکنه به اینکه در بسیاری از دانشگاه ها کسانی که ثروتمند هستن یا مثلا خانواده هاشون قبلا دانشگاه درس خوندن یا به هر حال یک کاراکترایی دارن که به هر حال اونها رو در اون برگ ثبت نام در اولویت قرار میده، اونها یک جور شانس بیشتری دارن. و بسیاری از افرادی که به هر حال درآمد کمی دارن، خانواده‌شون داشتن، اینها در یک موقعیت بدتری قرار میگیرن. و از این جهت به نظر میاد که در طی 10 سال آینده 20 سال آینده در واقع کسانی که فقیرتر هستن وضعیتشون در آموزش عالی آمریکا بدتر خواهد شد، که بازم یک بحث شکاف فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی هستش که خودش مسئله دیگه رو میتونه به وجود بیاره. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت میشیگان. و ممنونم از شما که ما رو در برنامه 24 امشب همراهی کردید.